اکتشافی که ما رو به بعد چهارم میبرد. وقتی به همون میگن درون فلان چیزو ببین، دقیقا ما میدونیم درون کجاست و بیرون کجاست. حالا اگه بهتون بگیم که با یه مفهوم خاص میشه تعریف درون و بیرون رو وارونه کرد، چه حسی پیدا میکنید؟ تصور کنید یه سطح در این حال که درون محسوب میشه بتونه بیرون هم باشه. عجیبه نه؟ آیا ما میتونیم ماهیت فضا رو به کل دگرگون کنیم؟ گمونم ذهنتون به شدت درگیر شد، پس با ما همراه باشین تا بیشتر در موردش صحبت کنیم. همراهان چنل ساینتیا سلام، امروز توی این ویدیو میخواییم در مورد اکتشافی که ما رو به بعد چهارم میبره صحبت کنیم، ولی قبل از تماشای ادامه ی ویدیو ازتون میخواییم لطفاً برای حمایت از ما چنل ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدیدمون هم زنگوله رو روشن کنید. روش ساخت نوار موبیوس. ابتدایی ترین راه برای ایجاد این نوار انتخاب یه نوار مستطیل شکل دراز و نرمیه که اونو یه بار میپیچونیم و بعدش دو انتهای اونو به هم وصل میکنیم. سطحی که به این ترتیب به دست میاد نوار موبیوس نامیده میشه. این سطح فقط یک رو داره. به بیان دیگه یه صفحه کاغذی رو میشه با دو رنگ مختلف در دو طرف اون رنگ کرد، اما نوار موبیوس رو با این روش نمیشه با دو رنگ مختلف رنگ کرد. در صورت اقدام به چنین کاری به همان جایی که رنگ کردن رو در ابتدا شروع کرده بودین میرسیم، در حالی که در طرف دیگه نوار هستیم. پس نوار موبیوس سطحیه که یک رو داره و حرکت ما روی اون تا بی نهایت بار تکرار میشه. مرز یک ناحیه در فضا. مرز یک ناحیه خط جدا کننده اون ناحیه از ناحیه دیگه است. توی ریاضیات برای یک سطح سه مفهوم تعریف میشه. اول اینکه نقطه داخل. نقطه‌ای که بشه اونو داخل یه دایره روی سطح محصور کرد. دوم نقطه خارجی، نقطه یه که بتونیم دایره حول اون رسم کنیم که متعلق به اون سطح نباشه. و آخری نقطه مرزی، نقطه یه که هر دایره حول اون رسم شه قسمتی از اون متعلق به سطح و قسمت دیگه اون متعلق به خارج اون سطحه. با این تعریف نوار موبیوس فقط یک مرز داره، یعنی با یک بار حرکت در کرانه های انتهای نوار تمام مرز اونو میتونیم طی کنیم. خاصیت موبیوسی. خاصیت موبیوسی خاصیتیه که رابطه بین درون و بیرون رو وارونه میکنه. یعنی هر نقطه از یه سطح موبیوسی در این حال که درونه بیرون هم هست. بامزه است نه؟ بنابراین توی یه تغییر پیوسته نوعی دگرگونی توی ماهیت یه فضا صورت میگیره. در واقع در این حالت فضا خاصیت دوگانه اما پیوسته پیدا میکنه. خاصیت موبیوس که گذر از درون به برون و از برون به درون رو ممکن میکنه کما بیش تونسته بر فراز شکاف حاصل از دوگانگی پلی بزنه. این ویژگی توی طراحی معماری مورد توجه قرار گرفته. نوار موبیوس رو میشه حالت خاصی از بطری کلاین دونست. نوار موبیوس به نوعی میتونه به عنوان سمبل تعامل دوگانگی فرهنگی تلقی شه. بطری کلاین. فیلیکس کلاین ریاضیدان آلمانی و عضو آکادمی علوم برلین بود که توی سال 1882 نمونه جالبی از سطح یک رویه رو طراحی کرد که به بطری کلاین مشهوره. این بطری یه سطح کاملا بسته داره و حجم اون صفره. بطری کلاین اگه چرخونده شه هیچ تغییری توی مایع درون اون داده نخواهد شد. توی کیهان شناسی مطرح شده که کیهان رو به شکل زین اس میدونن و اشکالی هم به اسم بطری کلاین و نوار موبیوس ارائه شده. توی بطری کلاین جهان بسته است و به شکل یک بطریه و در نوار موبیوس جهان درون و بیرون نداره. اگه حرکت در جهان رو از جایی شروع کنیم که روی نوار باشه، سرانجام از زیر نوار سر در میاریم، یا اگه از زیر اون شروع کنیم به روی اون خواهیم اومد. این ویدیو هم به پایان رسید. امیدواریم از تماشای اون لذت برده باشین. حالا شما به ما بگین رابطه ارتفاع و سرعت گذر زمان چیه؟ میدونین؟ آیا میدونی یه ساعت اتمی چجوری کار میکنه؟
خوشحال میشیم. نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.